به نام خدا. بیننده های عزیز سلام بر شما، به برنامه نگرش خوش آمدید. صلح با پاکستان یک نیاز است. آقای غنی گفته که ما باید با طرف پاکستان بنشینیم و صلح بکنیم. صلح در منطقه مشکلات زیاد را پایین خواهد آورد. آیا فشارهایی که امریکا بعد از راهبرد جدید آقای ترامپ بالای پاکستان داشته یک فشارهای جدی و اساسی است، یا باز هم یک چند روز فشار خواهد بود ولی روزهای بعد این فشارها بالای پاکستان نخواهد داشت؟ میخواییم در این مورد بحث داشته باشیم با مهمانان ما، آقای سید صفی الله هاشمی عضو مجلس سنا، استاد عبدالواحد حکیمی استاد پهنتون و منتظر آقای محمود مرهون استاد پهنتون هم هستیم. با برنامه بسیار خوش آمدین استاد. بسیار شما خوش آمدین. از شما آغاز میکنیم جناب استاد، باز برمیگردیم به جناب هاشمی صاحب. ما در چند بحث دیگه هم داشتیم بر دیپلماسی فعال افغانستان و شما هم نکته نظراتانی بوده که دیپلماسی فعال افغانستان باعث شد تا آقای ترامپ در راهبرد خود نظریات در مورد پاکستان داشته باشه. دقیقا آیا ما با طرف پاکستان با صلح نیاز داریم؟ ما آیا ما را پاکستان مثل هندوستان میبینه؟ یا ما با پاکستان بسیار دراز مدت جنگیدیم، جنگی که با روسیه داشته ای را هم ما با خود ختم کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت مهمانان محترم سناتوس و بینندگان محترم تلویزیونی آریانا. عرض شده که در سیاست خارجی و روابط بین الملل آنچه که در امروز مطرحه و قابل بحثه یه که کشورها هیچ زمان رعایت یا احترام به مسائل حاکمیت ارضی و تمامیت ارضی کشورهای دیگر را ندارن. بیشتر آنچه که مهمه در روابط بین کشورها منافع ملی کشورها اهمیت بیشتری داره. پاکستان سالهای سال است که به عنوان یک از کشورهای همسایه از افغانستان به عنوان ابزار و عقبه استراتژیک در استفاده کرده و این امر باعث شده که پاکستان به عنوان یک کشوری که به افغانستان به عنوان یک عقبه استراتژیک ببینه نگاه کرده و دیدگاه ابزاری نسبت به افغانستان داشته. این مسئله باعث شده که پاکستان هیچ زمانی به عنوان یک کشور همسایه و دوست و مستقل به افغانستان نداشته باشه، بلکه پاکستان میخواهد که افغانستان در مسائل منطقه‌ای و جهانی دیدگاهی را راه بره و دیدگاهی را پیروی کنه که بیشتر خود پاکستان خواهان آن است. استاد ببخشین، چرا باید پاکستان چنین به افغانستان داشته باشه؟ ما به ضد منافع پاکستان هستیم یا مشکلات ما مشکلات تاریخی است؟ ما وقتی که پاکستان ایجاد شد پاکستان را به رسمیت نشناختیم. البته چند مسائل باعث شده که یک مشکلات داخلی کشور هاست، یک این مسئله باعث شده که پاکستان دیدی منفی با ما داشته باشه و یکی مشکلات تاریخی ما که از ابتدای به وجود آمدن افغانستان و پاکستان ما مشکلات های زیادی با پاکستان داشتیم. شما میفهمین که در اولین مشکلاتی که ما با پاکستان داریم مشکلات مرزی ماست و این باعث شده که پاکستان همیشه یک دیدی دوستانه نسبت به افغانستان نداشته باشه و افغانستان همیشه زمانی این مرز را به رسمیت نشناخته و شاید یگانه کشوری باشه که تا در عصر کنونی و بعد از سالهای سال که دو کشور مستقل به وجود آمده هنوز یک مرز مشخص که کشورهای هر دو کشور به رسمیت شناخته باشه نداشته باشه. تنها افغانستان است که با پاکستان همچه یک مرزی داره. یک مسئله است. مسئله دیگه ای که بیشتر مطرح میشه یه که دید افغانستان و دید پاکستان نسبت به مسائل منطقه‌ای و جهانی متفاوته. یعنی پاکستان نمیخواهد که افغانستان به عنوان یک دوست کسی باشه که او دشمن پاکستان هست. افغانستان امروز میفهمین که شما با کشورهای مانند با کشوری مانند هندوستان رابطه نزدیک و دوستانه داره و میخواهد از هندوستان به عنوان یک همکار در بخش بازسازی استفاده کنه. این امر باعث شده که پاکستان بازم دید منفی نسبت به افغانستان داشته باشه. از طرف دیگه یکی قبول کنین که ایالات متحده آمریکا هم در سالهای گذشته یعنی قبل از حضور طالبا با پاکستان به عنوان یک ژاندارم در منطقه میدید.
یعنی پاکستان سالهای سال بود که آمریکا استراتژی و اهداف خود را در منطقه از دریچه و از دید پاکستان پیاده میکرد. این امر هم باعث شده که پاکستانی ها با همچی یک دیدگاهی که در گذشته داشته میخواه همین منصب و یا همین مقامی که در منطقه داشته در آینده هم داشته باشه. بین اضافه بکنین، ما بر پاکستان یک همسایه است، خوب یا بد یک همسایه است که بر ما تحمیل شده، ناگزیر هستیم. ما پاکستان از جهان محو کردن نمیتونیم و توانی محو کردن هم نداریم. کشورهایی که دوست ما هستند، کشورهایی که آمدن به افغانستان، همکار افغانستان نیست، نمیتونه با افغانستان استاده باشه. در راه برد آقای ترامپ مشخصا بالای پاکستان فشار آمده بود. در صحبت های آقای ترامپ در سازمان ملل متحد وقتی که شد، حتی نامی از پاکستان گرفته نشد. فکر نمیکنین از زمان اعلان راهبرد تا زمان نشست ملل متحد سیاست ظریف پاکستان باعث شد که امریکایی‌ها دوباره تغییر بکنن؟ من فکر میکنم که دو چیز میتونه که آینده را روشن بسازه، قابل پیش بینی. یک، رفتار آدم ها، گفتار آدم ها، و بعد از گفتار رفتار انسان ها. این دو چیز باعث میشه که ما بتونیم از این دو مرحله به عنوان یک ابزار آینده را بتونیم به صورت حداقل 60 تا 70 درصدی پیش بینی کنیم. استراتژی جدیدی که آمریکا در قبال پاکستان و منطقه در پیش گرفت و همچنانی که مثلا در گفتار خود این بار در سخنرانی که آقای اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسما چند کلمه بسیار دقیق اشاره کرد و گفتند که کشورهایی که حامی طالبان القاعده رسما نام برد، طالبان القاعده و همچنان حزب الله لبنانن، اینا در آینده مسئول خواهد بود. بله، این جریان گفتاریه که آقای ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل در یک نشست بسیار مهم مطرح میکنه. بعد از این رفتار آقای ترامپ در قبال پاکستان خیلی میتونه تفسیر کنه گفتارش. خب یعنی هیچ زبان اجازه نداره به پاکستان. ما میتونیم گفته که خب عالی، گفته میشه که طالبان را روسا هم حمایت میکنه، گفته میشه که چینایی ها هم طرف ایرانی ها هم هستن، پس ما نمیتونیم این تفسیر برای پاکستان بگیریم. یا اگر قرار می بود که صحبت های خب نشست ملل متحد، نشست مجمع سازمان ملل متحد یک نشست بسیار خاص است، صحبت شما دیدین که صحبت های ترامپ هم چیدگی بود. بله، و چیدمان از صحبت هاشون بود که میتونست که اتاق تاز بکنه. آقای ترامپ تاخت تاز کرده بود در گذشته، ولی چونی نکرد. دو چیز تفاوت داره، حتی اقل رفتار صحبت هایش درست است که چیدگی بود، یعنی از قبل طراحی شده بود، اما رفتاری که مثلا ملاقات، حتی رد ملاقات با نخست وزیر پاکستان بعد در حاشیه سازمان ملل یک امر عادی و ساده نیستن. این حکایت از این میکنه که آقای ترامپ جدا تصمیم گرفته که باید با تروریسم و بنیادگرایی در منطقه عمل کنه. یک مسئله. مسئله دیگه ای که شما گفتین، ایران و روسیه هم از طالبان حمایت میکنه. حمایت از طالبان اونچه که پاکستان انجام میده با اونچه که ایران و روسیه انجام میده متفاوت است. همان پاکستان مرکز تروریسم، پاکستان تولید میکنه تروریسم، صادر میکنه تروریسم، از تروریسم استفاده ابزاری میکنه، اما اونچه که ایران میخواد، ایران و پاکستان، ما فکر نمیکنم ایران و روسیه به این فکر باشه که از مسیر را که پاکستان پیموده اون مسیر را بپیمایه، بلکه اونا میخواد چگونه بتونه از ضررهایی که در آینده طالبا و بنیادگرایی برای ایران و برای روسیه ایجاد کنه، میتونه یک نظارت بر عمل کرده طالبا داشته باشه، نه ای که بتونه طالبا رو تقویه کنه. این یک مسئله طبیعی است که در روابط قدرت میان کشورها در عرصه بین المللی، هر کشوری که بتونه از وسیله و ابزاری برای منافع ملی خود در قبال کشورهای منطقه استفاده کنه، استفاده میکنه. باید. افغانستان همچنین در زمان داوود خان همین مسیر را پیموده بود. بعد از اینکه افغانستان با مشکلات مواجه شده، طبیعی است که کشورهای همسایه به خاطر منافع ملی خود میتونه این مسیر رو پیمایه، چی پاکستان باشه و چی روسیه باشه و چی ایران باشه. اما مهم است که افغانستان چگونه سیاست را در قبال کشورهای خارجی و در قبال همسایه های خود و همچنین در سازمان و جامعه ملل و خصوص به عنوان با آمریکا که به عنوان یکی از متحدین اصلی و قدرتمند افغانستان و متحدین استراتژیک افغانستان دست میتونه اینا را استفاده کنه. با ما از لحاظ رابطه بین المللی بر ما بیان بکنین آقای استاد. ما هسته ای ابزار هستیم،
هستی برای استفاده هستیم یا ابزار برای استفاده هستیم در سطح منطقه؟ فرق میکنه. مثلا ما کشورهای مختلف دیدگاه‌های متفاوت و مختلف نسبت به افغانستان داره. برای پاکستان ما به عنوان یک ابزار و عقبه استراتژیک یا حیات خلوت مطرح هستیم، یک مسئله است. برای کشورهای منطقه مثل ایران هم به خاطر که از بنیادگرایی سخت در حراسان، حداقل اگر ابزارم نباشیم شاید بتوانیم به عنوان یک میدان نبرد و آزمونگاه برای جنگ مبارزه با تروریسم در منطقه باشیم. و همچنین برای از دیدگاه کشورهای روسیه نه از دیدگاه بنیادگرایی شاید به ما ببینه و نه از دیدگاه پاکستان و ایران میبینه. روسیه بیشتر به افغانستان از دیدگاهی میبینه با او دیدگاه و نظری که با آمریکا داره با ما میبینه. بنابراین دیدگاه ها متفاوت است نسبت به افغانستان. ما نمیتونیم نسبت به یک کشور، ممکنه یک کشور با ما دیدگاه ابزاری داشته باشه، کشور دیگه‌ای با ما دیدگاه ابزاری نداشته باشه. خب، تمام کشورها دیدشان دید ابزاری است به خاطر جنگ های پیش بردن جنگ های نیابتی. میخواستم سوال از آقای تشکر آقای استاد برمیگردیم بر شما با لحظه بعد. میخوایم از آقای هاشمی بپرسیم. آقای هاشمی، بالاخره ما با طرف پاکستان چطور بکنیم؟ چی باید انجام داد؟ صلح چگونه صلح؟ آیا اگر ما بخوایم صلح را پیشنهاد بکنیم، اونا هم پیشنهادات بر دست دارن، این پیشنهادات پاکستان چه خواهد بود؟ ما کدام آیا ما مشکل هستیم برای پاکستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام به شما میهمان گرامی و همچنان بینندگان گرامی تلویزیونی آریان نیوز، شب شما بخیر باشه. خب، مسائل و حوادث و اتفاقات و تعاملاتی که در افغانستان افتیده نسبت به سالهای 2014 و 2015 و بسیار پیچیده و بسیار بغرنج شده. نه طالبان در حالت خود هستند و نه کشورهایی که در منطقه هستند، اما فکرشان در مورد افغانستان به او حالت قبلی مانده، بلکه تفاوت کرده به خاطر اینکه بغرنجی و پیچیدگی حوادث خیلی زیاد شده. خب، پاکستان باعث یک کشوری که سالها چنانچه که استاد فرمودن سالهای سال ما با اونا تنش داشتیم، از لحاظ سرحدی، چه لحاظ آبها، چه لحاظ یزید، که پاکستان خودش میخواسته که باعث یک کشوری که در افغانستان باید نفوذ داشته باشه و از منابع اقتصادی افغانستان، از جغرافیای افغانستان، من ایس یک وسیله در دست ابرقدرت هایی که بخواهن که در اینجا نقش خود در منطقه داشته باشن و اهداف خاص خود تطبیق بکنن وجود داشته. مسائل مربوط به 16 سال اخیر که با اسناد، با شواهد، با دلایل پاکستان مداخلات بسیار سریع و آشکار در مورد افغانستان داشته و خود موجودیت پایگاه تروریستی در پاکستان و اکمال از اونا، تجهیز از اونا، پرورش از اونا، تمویل از اونا، از این طریق به وضاحت معلوم است که این ناشی از اون عملکردهای منفی پاکستان در مقابل وطن ما بوده. ما چون کشور ما و مردم ما مخصوصا سخت نیازمند صلح هستند، بنان بارها و بارها و بارها چون پاکستان منبع و منشی اصلی توریسم شناخته شده و با استناد به اینکه پایگاه توریستی در اونجا هستند، حکومت در حکومت قبلی و فعلا هم حکومت فعلی با پاکستان پیشنهاداتی داشته که در رابطه با تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان، ولی از آنجایی که جریانات نشان میده هم پاکستان در صدد وقت کشی بوده و در صدد تامین منافع خاص و اهداف خاص خود بوده در اینجا تا همون منافع و اهداف به دست از اون نرسه. ما فکر میکنم که بازی پاکستان دوگانه و دورنگه است با افغانستان و اگر طالبان در اونجا پرورش پیدا با افغانستان دورنگه است یا با امریکا، با طرف امریکا؟ چون ما وقتی که شما بازی دوگانه میگین به این معنا که شما هم سطح قرار دارین. بله، ما با پاکستان هم سطح نیستیم، نه از لحاظ نظامی، نه از لحاظ اقتصادی، نه از لحاظ اجتماعی. بله، ما فکر میکنم که پاکستان یک وسیله و یک ابزار است در منطقه. پاکستان وسیله ابزار است؟ بله، به خاطر اینکه امریکا یک متحد بسیار استراتژیکی پاکستان بوده و سالانه مقادیر انگفت پول به خاطر تمویل پاکستان، به خاطر تمویل قوات های نیروهای نظامی پاکستان و به خاطر تقویه اقتصاد پاکستان برای دو داده. ببینید، بعد از اینکه در ایران حکومت شاهنشاهی سقوط میکنه و جمهوری اسلامی میآید، تبعیض که پاکستان چنان چه سال گفتن باعث یک ژاندارم در منطقه، باید منافع کشورهای متحد از اون در اینجا تامین بکنه. یعنی که پاکستان هم خودش میتونه که یک وسیله باشه در افغانستان به خاطر تامین منافع بزرگا.
ابر کودتا. ببینیم سه مسائل مربوط به افغانستان هنوز هم شکاکیت وجود داره که همین استراتژی اخیری که آقای ترامپ اعلان کرده در رابطه با تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان یا جنگ صلح در افغانستان یا چگونه مبارزه با تروریسم، شما خودتان شاهد هستین که دی از مبصرین و خبرگان کشور ما شما به نظر شکاکیت میبینن به خاطر از اینکه پالیسی که فعلا امریکا پیشکش کرده عمدتا در پالی از اینکه موضوعات مربوط به سلام در اونجا پیشنهاد شده عمدتا رنگ نظامگیری و رنگ تشدید فعالیت های جنگی رو داره و اخیرا میبینیم که یعنی شما شک داری میبینین که امو ابزارهای جنگی در استراتژی زیاد است؟ بله بله، به خاطر از اینکه خب وضعیت جنگی است آقای هاشمی، غیر از این دیگه شده نمیتونه. خب ببینین، هر قدر که ما از ابزارهای جنگی در افغانستان استفاده کنیم و هر قدر که نیروهای مثلا مشخص بگیم، هر قدر که امریکا بخواهد در اینجا مداخلات داشته باشه و نیروهای خودش جات بسازه و از طریق نظامی بخواهد پیش بره، به ما اندازه مدت جنگ در از مدت خود کشید و جنگ شدت بیشتر پیدا خواهد کرد. این واضح است. به خاطر از اینجا کشور نه تنها امریکا است، نه تنها پاکستان است، شما میگین بلکه کشورهای اندازه‌ای که سرمایه گذاری بالای جنگ میشه، در حالی که قیمت جنگ در افغانستان قیمت بسیار کم است، 12 میلیون دلار پول در ماهانه، پول هیچ پول نیست برای آمریکا، هیچ پول قیمت جنگ افغانستان، جنگ هیچ قیمت نداره برای آمریکا. بر صورت موجودیت آمریکا در منطقه ای نه صرف به خاطر اینکه جغرافیای افغانستان باشه و خواسته باشه که بسیار عمیقا با افغانستان علاقه خاص داشته باشه، شاید که در این منطقه در این جغرافیا بخواد که پایگاه نظامی خودت که داشته باشه که داره و همچنان حضور نظامی باید داشته باشه. این صرفا اگر بین منطقی صحبت کنیم، اگر بگویم که غیر از امریکا، اگر امریکا نمی بود چی میشد؟ بله. ما یک تجربه تلخ داریم، چی دوره طالبا چی دوره قبل از طالبا. بله. وقتی که امریکا نامده بود، شما افغانستان به نام افغانستان وجود نداشت، شما دیدین که جنگ های ملک و طوایفی بود، در عذاب بود، زدن و کندن. بله. من فکر میکنم که موجودیت امریکا اگر به صداقت و به راستی و به درستی و به یک سیاست شفاف که بخواهد واقعا در افغانستان یک صلح و ثبات به وجود بیاید و مردم افغانستان از جنگ و خونریزی خاتمه پیدا کنه، در اینجا این گپ بسیار معقول است. و اما باز برای شما میگم که اینجا تنها موضوع امریکا و پاکستان مطرح نیست، اینجا رقابت هایی که با روسیه است، رقابت هایی که با ایران است، رقابت هایی که با چین است و این اهدافی که امریکا داره در این منطقه به خاطر تصفیه آوردن آسیای میانه و مناطق دیگه که در این جغرافیا وجود داره، اینمی خودش باعث از این میشه که یک نوع شک به وجود بیاید که چرا نمیتونه جنگ افغانستان به زودترین فرصت خاتمه پیدا بکنه، در حالی که ما شما شاهد هستیم که وقتی که امو دم دستگاه طالبان که 3-4 سال هم در اینجا حکومت کردن بعد از حادثه 11 سپتامبر با یک تشدید فعالیت های نظامی امریکا و قوات هایی که در داخل بودن دیدیم در ظرف یک هفته در روز 15 روز این دم دستگاه فیصله از هم پاشید. همین هم در داخل افغانستان ما باید قبول داشته باشیم که تکنولوژی امریکا یک تکنولوژی بسیار قوی است، چه لازم نیرمی و مطابق قبی عصر زمانش. همین هم در داخل افغانستان پایگاه نظامی طالبا و دیگه توریست ها که به گفته خود مقامات حکومتی 20 نهاد توریستی در اینجا فعالیت دارن، در غور، در جوجان، در بسیاری مناطق پایگاه تعلیم و تربیه توریست ها وجود داره. اگر آمریکا صادقانه برخورد میکنه و در اینجا وجود داره، خب برملاست و باید اونا را سرکوب کنه و اونا را خونسا بسازه. همچنان در داخل پاکستان کجای ناصادقی امریکا را شما میبینید؟ در کدام کار مشکل داره امریکا که حرکت های خوب با افغانستان نداره؟ خب در مشکل در حالی که در افغانستان اینجا اولادهاشون از بین میره، کشته میشه در جنگ. درست است، این خود درست است. در سیاست بزرگ جهانی اینطور کشتارها، اینطور فداکاری ها، خب امکانات هست که به خاطر بعد از آوردن اهداف بزرگ این کارا صورت میگیره. من برای شما عرض کردم که خود شما دقیقاً با گپ موافق خود بودین که در اینجا نقش امریکا به خاطر زیر تاثیر آوردن و رقابت با روسیه، رقابت با ایران، رقابت با چین در این جغرافیه که وجود داره به نام افغانستان، اینجا نقش بسیار اساسی و مهم ضروری است. اما که سرمایه گذاری که امریکا کرده به خاطر از اینکه علاوه از اینکه بتونه که در افغانستان به طور مثال ظاهرا کمک بکنه و اینجا به یک کشور پیشرفته و مترقی تبدیل کنه، باز هم او هدف خاصی که به خاطر تامین نفوذ خود در منطقه داشته باشه او را فراموش نمیکنه. از اون لحاظ است که این جنگ
آیستا آیستا به شکل گسترش یافته و یک جنگ فرسایشی رقم و یک جنگ در دراز مدت باید ادامه پیدا بکنه. ببینین امروز تنها موضوع طالبان نیست. حالی روسیه از چه خاطر تشویش داره؟ روسیه تشویش داره از لحاظ استخباراتی و معلومات داره که گروهی هست به نام داعش که جاگزین طالب باید اینجا شوه و این گروه را آمریکا تقویت میکنه به خاطر از اینکه دیگه طالب بر از او یک وسیله یا چوب سوخته است و با این نام میخواد که آسیای میانه میفهمید آقای هاشمی که داعش در افغانستان یک تبلیغات بیش نیست بله. و داعش چهره دیگه طالب هاست که داخل شدن آمدن خب. و یک کم افراطی تر اما این نمیتونه رفته از این کشور راستن حرکت بکنه القاعده نتونست با او توانایی خود به شما فکر نمیکنین که مسائل بزرگ اقتصادی است که روسیه میخواد مداخله بکنه در این مسئله بله اما مسئله اقتصادی است هم برای امریکا یک وسیله فشار در اینجا باید وجود داشته باشه تا بتونه که این کشورها را در دست داشته باشه و تحت تاثیر خود داشته باشه خب و امیدواری در چی است که هر پلان هر هدف هر رابرد یا هر استراتژی کشورهای منطقه یا مخصوصا امریکا با افغانستان میگیره باید که صادقانه است عمل شود اما چیزی که حرف است اما چیز در عمل تطبیق شود دیپلماسی پاکستان در جامعه ملل چیگونه است و دیپلماسی افغانستان چیگونه است آیا کارهای ظریفانه پاکستان بسیار مهم است و یا هم کارهایی که افغانستان در آخر شروع کرده خب کارهای ظریفانه پاکستان به این خاطر مهم است که جنگ در افغانستان توسط طالب پاکستان که رهبری و سازماندهی میشه گروه تنها پاکستان نیست خب آله ای آیستا آیستا شروع شد مثلا مثال در اوائل مثلا در سال 2014 خود روسیه میخواست که امرای کشور افغانستان کمک ها داشته باشه و ولی هر روز بیشتر ضعف حکومت افغانستان و فشار تروریسم در منطقه روسیه را به اراس انداخته که اگر از اون خاطر است که اونا میخواهند که با طالب همکاری بکنن به خاطر از اینکه با گروه دیگه که به نام داعش ظهور کرده مقابله صورت بگیره و همچنان ایران یعنی من بیشتر برای شما گفتم که نظر به سالهای گذشته علی این موضوعات پیچیده شده و کلی شما ناشی از اینه که از یک طرف حضور نظامی خود آمریکا در اینجا و پایگاه‌های نظامی کشور ایران کشور روسیه چین و اروپا به احساس انداخته از طرف دیگه ضعف و ناتوانی و عدم مدیریت درست خود حکومت افغانستان باعث از این شده تا چنین تشویش‌هایی به وجود بیاید و این جنگ به شکل فرسایشی پیش رفته بوده اگر صداقت در حرفای پاکستان وجود داشته باشه اگر صداقت در حرفای امریکا وجود داشته باشه بنام جنگ روز به روز باید فروکش بکنه جنگ آستا آستا آرام شده بوده و مناطق مختلف افغانستان به سوی سول سلام باید برن ولی برخلاف میبینیم که در طول همین سال چقدر فعالیت های جنگی در افغانستان شدت بیشتر یافت این به معنای عزیز که پاکستان از یک طرف صدای سلام بلند میکنه و از یک طرف وقت کشی میکنه و فعالیت های جنگی خود توسطی وسایل وسیله مانند طالبان دیگه فکر نمی کنیم آقای هاشمی ما هم نتونستیم مدیریت خوب داشته باشیم مثلا امو مشکوک بودن پاکستان در بسیاری از مسائل پاکستان شک داره که ایندی ها در افغانستان بسیار رشد میکنه و ایندی ها بلوچستان یا کسای آزادی خواه بلوچستان اینا را حمایه میکنه یا قنسلگری هایی که در افغانستان هست اینا کارهای استخباراتی رو و به ضد منافع پاکستان کار میکنه ما چنین واضح کار انجام ندادیم برای پاکستان ما پیشتر برای شما عرض کردم سب که یکی از دلایل و عوامل اصلی اما ادامه جنگ در افغانستان اینمی است که ما درست مدیریت کرده نمیتونیم ما یک سیاست خارجی درست هنوز مدون نداریم که پیشکش کنیم برای کشورها ما وحدت و یک پارچگی و فکر مشترک در مورد جنگ و صلح در افغانستان نداریم ما اما یک حکومتی که بتوانه که حاکمیت ملی خود ارادیت افغانستان استقلال افغانستان و مخصوصا مشکلات و خونریزی ها و دربدری ها و بیچارگی مردم افغانستان همیار شما فکر کنید در اجلاس سازمان ملل متحد میتونستیم که بسیار به جرأت در مورد پاکستان حرفای وجود داشته باشه ولی برخلاف ببینیم که بسیار به صورت نرم برش پیشنهاد شد که پاکستان بیاین که ما شما باز دوباره صلح کنیم در حالی که ما اسناد شواهد دلایل بسیار کافی مثلا همین چاره زنبق شاید رئیس جمهور فهمیده باشه که هیچ کشور حمایتگری مثلا نیست بله مثلا همین چاره زنبق خود نخست وزیر پاکستان اعتراف کرد که از پاکستان نفر آمده بود یعنی ما نمیتونیم جنگ با پاکستان ادامه داده بتونیم آقای هاشمی بسیار سخت است جمهوری به این درک رسیده که بالاخره به یک نتیجه برسیم با پاکستان
بله باید به یک نتیجه برسیم از کدام طریق از طریق اونمو قدرتی که به نام امریکاست و همپیمان استراتژیکی اولی افغانستان است باید از اون طریق ما چون که خود آقای ترامپ ایره لازم دیده دیگه که پاکستان باید دیگه به این حالتش خودش گفته که قبول کرده نمیتونیم که پایگاه توریستی در اونجا وجود داره و کسایی در اونجا تربیه و پرورش میفته که بالاخره پس دوباره علی ما جنگ میکنه بنان از این طریق باید فشار وارد به سراسر پاکستان تا بتونه که موازی خب ایره بس بعد از وقفه میگیریم با شما خواد داشتیم که آیا فشارهایی که امریکا امروز اعلام میکنه فشارهای صادقانه خواد بود در مقابل پاکستان یا چطور؟ بیننده های عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم بعد از وقفه برمیگردیم به بس. بیننده های عزیز دوباره خوش آمدین. جناب استاد چند مسئله است؟ مسئله ای که ما در دیپلماسی ما چگونه است در سطح منطقه، چی بر پاکستان و چی بر کشورهای دیگه؟ آقای شمی میگن که پاکستان خود یک ابزار است، در حالی که اقتدار پیش میبره یا اقتدار گونه هم عمل میکنه پاکستان در سطح منطقه. امروز خط بزرگ را پاکستان ایجاد کرده، خط با عرب ها در ناتوی اسلامی شریک است، خط با چین، چین از تریبون خود حمایه پاکستان انجام میده، روس ها و حتی ایران هم علاقه مند هستند به حضور پاکستان در منطقه. بسم الله الرحمن الرحیم. بازم خدمت عرض شود که ما یک چیز را نباید به عنوان یک واقعیت در افغانستان فراموش کنیم و اوی است که به نظر ما افغانستان، حکومت فعلی افغانستان یک حکومت تازه به دوران رسیده است. درست است که ما سابقه چندین هزار ساله یا تاریخ چند صد ساله داریم، اما او تاریخ ها امروز به درد ما هیچ درد ملت افغانستان را نمیتونه دوا کنه. اما مشکلی که وجود داره ای که حکومت فعلی افغانستان با تمام ساختارها و نظام های استخباراتی، اطلاعاتی، نظامی، فرهنگی و ملت افغانستان، شما فکر کنین که از زمان خواسته به خاطر منافع ملی افغانستان با کشورهای همسایه رقابت کنه بعد از دوران طالبان است، در حالی که رقیبای افغانستان چه در عرصه سیاسی، چه در عرصه نظامی، چه در عرصه دیپلماسی، در همه عرصه ها به مراتب قوی تر از افغانستان است. پاکستان یک سابقه تاریخی بسیار قوی نسبت به افغانستان، حکومت فعلی افغانستان داره. حکومت فعلی افغانستان هیچ ساختار یا هیچ وضعیت را از گذشته به میراث نداره که ما بگوییم که چنین چیزهایی از گذشته باقی مانده. یک داشتای خوب نداره. اما پاکستان از گذشته خود یک چیزایی داره در قبال افغانستان، ایران همچنین، روسیه که یک از ابرقدرت‌های منطقه مطرح میشه ساله داره. درست است، ولی ما با در نظر داشتی همچی یک واقعیت در افغانستان ما میتونیم بگوییم که دیپلماسی که فعلا افغانستان روی دست گرفته یک دیپلماسی کاملا موفق است، داره پاکستان را آهسته آهسته به انزوا میکشانه. آمریکا متقاعد شده که واقعا منابع یا مراکز تروریستی در افغانستان نیست، اگر بخواید تروریسم در منطقه از بین بره باید سر پاکستان فشار بیاره. شما میفهمین که مثلا رئیس مجلس سنای پاکستان امروز در یک اظهاراتی که گفتن که اصلا اوباما ترامپ توهین کرده به خاطر عدم ندادن وقت به ملاقات با نخست وزیر، توهین کرده با پاکستان. یک مسئله بسیار ساده نیست. توانسته دیپلماسی افغانستان که در همچنین رایزنی هایی که با آمریکا داشته، با کشورهای منطقه داشته، با مثلا جامعه ملل داشته، اینا رو متقاعد کردن که حداقل منشأ فساد و مشکل اصلی در منطقه پاکستان است. خب امریکا چیزی که شما میگین نمیفهمه که مشکل کلان یا ویروسی در منطقه پاکستان است، ایره نمیفهمه. در حالی که دق میکنه پولای بزرگ را در مبارزه با چی در تروریسم، چی در برش داده، بسیاری از سفرهای طالبان را به دست امریکا یا پاکستان داده. یک چیزی هست که ما وقتی از امریکا به عنوان یک ابرقدرت نام میبریم فکر میکنیم که امریکا هیچ زمان اشتباه نمیکنه، کشورهای قدرتمند هیچ زمان اشتباه نمیکنه، چی در عرصه سیاسی، چی در عرصه نظامی، در حالی که این چیزی نیست. امریکا یا بارها اشتباه کرده، کشورهای قدرتمند مثل
مثل روسیه و مثل دیگر کشورها همیشه اشتباه کرده. یعنی گذر زمان قضاوت میکنه که چقدر استراتژی کشورها در راستای رسیدن به اهدافش میتونه موفق باشه اگر استراتژی واقعی باشه. آمریکایی تو نیست که بگه ما در مشکلات خود اشتباه نکرده. آقای هاشمی پیشتر یک صحبت کردن گفتن که آمریکایی‌ها صداقت در افغانستان نداشته و نداره. باید ثابت کنه که در افغانستان صداقت داره. ما یک چیز دیگر میخوایم خدمت عرض کنم و او ایست که آمریکایی‌ها در افغانستان تمام پولهایی که از مالیات مردم جمع‌آوری میکنه با تمام فشارهایی که مرد افکار عامه سر دولت میاره این پول رو در افغانستان مصرف میکنه. یک بیشتر از این بیشتر چی تعداد از فرزندان آمریکایی‌ها در افغانستان کشته میشه؟ دو سیومیه که زمان آمریکا با کشورهای منطقه و با کشورهایی که به چالش میکشانه سیاست آمریکا رو در منطقه میتونه با اونا رقابت کنه، رقابت سالم و پیروز از این میدان برایه که بتونه در افغانستان امنیت صلح با زیر تأمین کنه. یعنی به این معنا که آمریکایی‌ها به خوبی میفهمه که اگر در افغانستان شکست بخوره، در افغانستان نتونه با سازیر به وجود بیاره، حکومت داری خوب را ایجاد کنه، در افغانستان نتونه تأمین امنیت کنه، در افغانستان نتونه مثلا تروریسم از بین ببره، در واقع شکست آمریکا از دست خود آمریکاست. ما فکر نمی‌کنیم که آمریکا بتونه با دست خود طرح نابودی خود و شکست خود در مقابل رقبای خود در افغانستان بریزه. سوالی که شما کردین گفتین که دیپلماسی افغانستان، بر بگردیم به اون مسئله که نتیجه گیری کرده بیتونیم. دیپلماسی افغانستان از گذشته یک دیپلماسی خوب بوده. حتی آقای کرزی بارها رابطه افغانستان که با آمریکا در زمان آقای کرزی به تیرگی گرایی دقیقاً همین مسئله بود که آقای کرزی میگفت باید سر افغانستان حمله شوه، در افغانستان حملات انجام نشه، مرکز تروریسم در پاکستان است. این دیپلماسی گذشته حکومت تازه به دوران رسیده افغانستان بود که امروز ما در زمان آقای اشرف غنی ما به این نتیجه رسیدیم که دیپلماسی دقیقاً هم قوی بوده و هم نتیجه داده کنن و هم تانسته با توسط همچی یک دیپلماسی یا کشورهای منطقه و حداقل جامعه جهانی و آمریکا را متقاعد کنه که منشأ مشکلات پاکستان است، منشأ مشکلات. اما یکی سوال یک مطرح هست که چی گونه میتونه افغانستان چی نقش بازی کنه که استراتژی و این دیپلماسی محکم همچنان باقی بمانه و پاکستان نتونه این صدر بشکنه. مهم سوالی است. در این قسمت این مسئولیت برمیگرده بازم به دولت سیاستمدارای افغانستان. آقای هاشمی چیزی را هم اشاره کردن که به واحد بودن فکر سیاستمدارا یا رهبرای حکومت وحدت ملی. شما میدونین که ما مشکل کلان داریم، مشکل داخلی خوده ما همین مشکل در افغانستان وجود داره. هر مشکلی که ما میگیم یا ایران انجام داده یا پاکستان انجام داده، هیچ زمانی منشأ و ریشه از این مشکلات اکثریت زمینه سازی زمینه برای دخالت کشورهای همسایه و بیرونی در داخل وجود داره. اگر وجود نداشته باشه همچون زمینه کشورهای بیرونی نمیتونه دخالت کنه. ما یک بخش از این مشکلات یکی که در داخل افغانستان مردم افغانستان دولت افغانستان باید یک نوع رایزنی کنه که بتونه به صورت اجماع از استراتژی جدید آمریکا در قبال پاکستان حمایت کنه و هیچ گونه مخالفت هایی چی از نگاه افکار عامه و چی از نگاه مسائل نظامی به خاطر نابودی استراتژی این زمینه رو مساعد نکنه، کشورها کوشش کنه که در منطقه کشورها را همسو با خود در قبال عملی ساختن استراتژی ایجاد کنه و در صورتی که در داخل یک انسجامی وجود به وجود آمد و بعضی از کشورهای منطقه را با خود تانست همسو کنه، او زمان میتونه که در یک رایزنی بسیار قوی و از یک دیپلماسی بسیار قوی برخوردار باشه که بتونه این استراتژی جدید آمریکا در قبال پاکستان را به اجرایی کنه. او زمان است، او زمان است. چیز دیگر بگو. آیا آمریکا پاکستان با افغانستان تبدیل خواهد کرد؟ شما میفهمین که در سیاست نه دوست دائمی وجود داره نه دشمن دائمی وجود داره. پاکستان دوست دائمی آمریکا، بلکه اون چی که مهم است منافع دائمی است. پاکستان من فکر میکنم که تا هنوز هم با آمریکا حتی بازی دوگانه انجام داده و آمریکایی‌ها در این اواخر متوجه شده که پاکستان تمام مشکلاتی که باعث شکست آمریکایی‌ها در افغانستان شده پاکستان است. اگر ما بتونیم آمریکا را قناعتش بگیریم که راهی را که پاکستان میره دقیقاً به خاطر شکست و نابودی آمریکا در منطقه است، او زمان به خاطر منافع ملی خود آمریکا پاکستان را مجبور است، نه به خاطر ما. البته دقیق سوال شما که ما را با پاکستان تعویض نمی‌کنه، اما میتونه به خاطر به انجام رساندن منافع ملی خود
ترجیح بده افغانستان نسبت به پاکستان، حداقل اگر تعویض هم نکنه یک موازنه بین افغانستان و پاکستان ایجاد کنه که دیگه دست پاکستان از دخالت در افغانستان حداقل کوتاه کنه. شروع بکنه اله در استراتژی خود اعلام کرده و همچنان در مجلس سازمان ملل متحد هم اخطار داده، میتونه که پناهگاه های تروریست ها را در پاکستان هدف قرار بده. میفهمه که شورای کویته در کجاست، میفهمه که شورای کراچی در کجاست، میفهمه که شورای پشاور در کجاست، میفهمه که دفاتر حقانی و شفاخانه حقانی در کجاست. این رو خوب آمریکا میفهمه، پس اقدام بکنن. شما میفهمین که مراحل مختلف رو باید طی کرد تا که حداقل آمریکا از نظر جامعه جهانی و دیدگاه مردم و افکار عامه در منطقه محکوم نشه. اول از راه های دیپلماسی باید اخطار با پاکستان داد، گرچه اقدامات نظامی در پاکستان انجام داده، شاید بیش از چند صد تا حملات هواپیمایی که مراکز تروریستی را در وزیرستان جنوبی آمریکا هدف قرار دادن. اضافه بر از او، آنچه که مهمه ایه که چگونه امریکایی‌ها بتونه در اول با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک بتونه بر پاکستان فشار بیاره تا هم افکار عامه در منطقه، هم در افغانستان و هم در پاکستان و جامعه جهانی به این باور برسه که دیگر راه حل برای سد کردن شرارت پاکستان در منطقه از طریق دیپلماتیک وجود نداره، او زمان است که اونا اقدام خواهد کرد. اما این به این باور باشین که پاکستان شرایط افغانستان و شرایط منطقه و شرایط جامعه جهانی دیگه شرایط 2001 نیست یا قبل از 2001 نیست، همه چیز تغییر کرده، هم افغانستان تغییر کرده، در افغانستان مردم به یک باور و آگاهی کامل رسیده که پاکستان دیگر نمیخواهد در افغانستان صلح امنیت بیاید. مردم در سطح بین المللی به یک باور رسیدن، در سطح بین المللی حداقل، اما در سطح خود با مشکل کلان روبرو هستند. آقای استاد شما میفهمین که حداقل در سطح بین المللی ای افکاری که امروز و اون نگاهی که امروز آمریکا و جامعه جهانی نسبت به پاکستان داره در سال 2001 یا قبل از اون نداشت. این تغییرات است که آمده. خب و در منطقه ضربات پاکستان بر آمریکا بوده، آمریکا ایران میفهمه که بسیاری از سربازهایش اولادهایش در این کشور از طرف پاکستان کشته شد، کسانی که اولادهای اینا را کشتن دیده شد که یا از پنجابی بود یا اما میفهمین که این مسائل کی برای آمریکایی‌ها افشا کرد که باید این مسئله باشه، کی صدا در آورد که باید پاکستان، خود آمریکایی‌ها استخبارات آمریکا فعالانه حرکت میکنه در درست است فعالانه درست است که فعالانه حرکت کرده، اما تا امروز هیچ زمانی آمریکایی‌ها صدای خود نکشید که پاکستان حامی تروریسم است. اما افغانستان از گذشته تا به حال تلاش داشتن و میگفتن که پاکستان حامی تروریسم است و این تلاش اصلا شما میفهمین که قبل از 2011 همی کسایی که امروز به عنوان بنیادگرا و به عنوان تروریسم در منطقه حضور دارن، اینا یک چیزی نیست که نو تولد شده باشه، قبل از وجود داشت. یک چیز دیگر اضافه بکنین، جنگ موضوع صلح و جنگ افغانستان به کجا خواهد رسید و ما چی نتیجه بگیریم؟ ما فکر میکنم که صلح دو چیز به عنوان یک اصول و عناصر مهم صلح در منطقه باید باشه و این تجربه شده. یک، تا زمانی که ما از نظر نظامی و از نظر افکار عامه و نظر جامعه جهانی بر پاکستان غلبه نکنیم، صلح به وجود نخواهد آمد. یعنی از موضع ضعف صلح هیچ زمانی به پیش نخواهد رفت. ما زمانی میتونیم صلح ایجاد کنیم. غلبه آوردن شما یک مقطعی میخواین شما خود استوی بسازین با پاکستان رو بروشید. منظور این نیست که منظور اون نیست که از نگاه حداقل از نگاه نظامی ما بخوایم در پاکستان یک موازنه قوا از نگاه اطلاعاتی ما میخواییم بگوییم که حداقل کشورهایی که در منطقه وجود داره و جامعه جهانی اینا به این باور برسه که اگر بر پاکستان فشار نمیاره، کمک‌های خود میتونه از پاکستان قطع کنه. امروز سالانه بیشتر از $1 میلیارد پاکستان به خاطر مبارزه با تروریسم از جامعه جهانی و آمریکا کمک میگیره. یک کمک بزرگی است به خاطر ترویج بنیادگرایی از طرف پاکستان در منطقه. اگر با آمریکایی‌ها یا جامعه جهانی همین کمک قطع کنه و پاکستان را به عنوان یک کشور بنیادگرا و ترویج دهنده تروریسم در منطقه بشناسانه، این یک فشار واقعی است، یک مسئله. و از طرف دیگر در داخل افغانستان، دولت افغانستان باید به این مسئله بی‌نهایت توجه کنه
که یک شناخت واقعی و یک اجماع در مقابل پاکستان و جنگ و بنیادگرایی در داخل افغانستان با وجود بیاره تا مردم افغانستان به یک چشم، به یک صدا و به یک رفتار و به یک عمل کرد و به یک درک در مقابل پاکستان و وضعیت فعلی استفاده شود. تا زمانی که همچنین شده ممنونتان آقای استاد. جناب هاشمی صاحب، شما رای حل در چی میدانین؟ یک چند امو کیو استاد جواب بگن، یک آیا حکومت افغانستان باعث شد که نزدیک شوه به انزوا پاکستان و یا هم گپای دیگه در راه بوده، یا پاکستان هنوز به انزوا نرفته، پاکستان هنوز در سطح منطقه اقتدار مقتدر است؟ خب تا جایی که اوضاع در افغانستان نشان داده وضعیت مردم، خب یک دیپلماسی یا یک سیاستی از طرف حکومت افغانستان ارائه شده، مثلا نمی معمول بوده که پاکستان در امور داخلی ما مداخله میکنه و در اونجا پایگاه توریست ها وجود داره، این سالها گفته شده. ولی بیشترین من فکر میکنم که احساس خطر جامعه بین الملل از لحاظ تروریسم بین المللی نظر به ضعف حکومت افغانستان خاص در این جغرافیا که پیشتر شده رایسته، این هم وادار ساخته کشورها را تا پاکستان زیر فشار قرار بدن. یعنی از یک طرف اگر افغانستان کم یا کلان خواسته که همون موازی خود در مقابل پاکستان نشان بده، خطرات که فعلا از نایه گسترش فعالیت های تروریستی از طریق افغانستان به کشورهای منطقه و مثلا اروپا و خود امریکا وجود داره، بنان این کشورها رو وادار ساخته تا در رابطه با افغانستان و مسائل جنگ و صلح در اینجا فکر داشته باشند، چنانچه که آقای ترامپ هم از یک طرف که پاکستان یک دوست استراتژیکش است، از طرف دیگه خواستار عزیز تا اونو پایگاه ها و نمود دستگاهی که از لحاظ توریستی در اونجا وجود داره این نابود شده، یک نوع فشار سرش وارد شده. ببینید در اینجا باز هم یک سویزن وجود داره. سویزن به این وجود داره که آمریکا به خاطر تامین منافع خود در منطقه ناگزیر است از سیاست های مختلف کار بگیره، از جمله مثلا وارد کردن هند در صحنه سیاسی افغانستان در منطقه فعالانه باید فعال بکنه، فشار آوردن سر پاکستان. ولی در مجموع ایده هم چنین فکر میکنن که پاکستان در عمق در جنگ های استخباراتی از لحاظ استخباراتی شریک توطئه های آمریکا در منطقه و در جغرافیا است که بتواند تا منافع امریکا در این منطقه تامین باشه. منافع امریکا چی هست؟ آقا شمین چرا بر کارهایی که در امریکا شکاک هستین یا شاکی هستین از هم از استراتژیشان، هم از راهبردشان، از سخنرانیشان، از آقای ترامپ چیزایی که گفته در رئیس افغانستان و پاکستان در منطقه؟ بله البته که من تنها شاکی نیستم. اگر شما جریانات رویدادها را در مجلس سنا شنیده باشین، اکثر سناتور شباب در این موضوع شاکی هستن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آمریکا یک کشور ابرقدرت با یک سرمایه بسیار کافی، تکنولوژی بسیار کافی و نقش بسیار مهم در جهان داره و نقش بسیار مهم سر پاکستان داره. همین گفته خود شما وقتی که استراتژی خود اعلان کرد، میفهمه که در کویتا کدام پایگاه است، میفهمه در پشاور کدام پایگاه، در میرامشا کدام پایگاه است، خب عملا باید اقدام بکنه. سالهای سال است که میفهمه که این جنگ از طریق کی، توسط کی، در کجا و برای خود نیروهای آمریکایی سازمان داده میشه. پس چرا اینا دست به فعالیت نمیزنن؟ آیا امریکا نمیتونه که همین پایگاه های توریستی مثلا تانست که قرارگاه اسامه بن لادن از بین ببره؟ در اسلام آباد از بین ببره؟ از بین ببره؟ نمیتونه که همین از بین ببره؟ یقینا کافی میتونه. مثلا بیشتر برای شما عرض کنم داخل خود افغانستان نمیتونه. اینجا چند موضوع دیگه هم هست که مسائل مربوط به افغانستان به بنبست کشانده، مثلا خود ایرمی قاچاق مواد مخدر یا کشت زر تریاک کوکنار در افغانستان آیا نمیتونه یه جلوگیری شوه؟ از کجا ترافیک میشه؟ از کدام کشور ها میره؟ دست کدام کشور ها در این موقع که این پدیده بسیار ننگین شوم انوز هم در افغانستان که منبع در اینجا که تولیدش هسته؟ یا مثلا در مورد ایجاد یک حکومتداری خود، یا در مورد کار فقر زدایی در افغانستان، یا کمک هایی که بتونه که بنیادی بسازه مسائل مربوط به افغانستان، مثلا استخراج معادن، مثلا از لحاظ زراعت، از لحاظ برق، مثلا این گپا. تا 16 سال ما میبینیم که این نوع کدام فعالیت زیربنایی از طرف کشورهای کمک کننده در اینجا فشار وارد نشده از طرف حکومت افغانستان تا این فعالیت را انجام بده. این خودش میتونه که دلایلی باشه که افغانستان باید یک کشوری که یک حکومت ضعیف در اینجا وجود داشته باشه، قدرت ارادی گرداندن خود، چرخاندن خود باید نداشته باشه و دست امریکا در اینجا دراز باشه. آخر شمی به عنوان آخری سوال میخوایی بپرسم از شما که
قضیه صلح و جنگ افغانستان به کدام طرف روان است؟ با دو دیده که ما و شما هستیم، دید شما و دید جناب استاد. بله، من فکر میکنم که اگر مسئله از لحاظ نظامی بررسی شود و این گفته شود که نیروهای آمریکایی نظر به شرایط در افغانستان است، هیچ به شرط ماندن نشود راضی به تاریخی بودن از یا نبودن از اینا و زیاد شده بودن تعداد نیروها، فکر میکنم که جنگ افغانستان نظر به واکنش هایی که کشور روسیه، کشور ایران، چین و تا سایر کشورهای خلیج جفا دارن، من فکر میکنم جنگ افغانستان طولانی تر خواهد ساخت. و اگر در پالوی مسائل وضعیت افغانستان هیچ کس تضمین کرده نمیتونه، بسیار سخت است که تضمین بکنه. کدام کشوری که بعد از امریکا وضعیت افغانستان تضمین خواهد کرد؟ خب خود تضمین کننده وضعیت افغانستان مسائل شرایط داخلی خود افغانستان است. بیشتر برای شما عرض کردم، ما باید چنان یک حکومت، چنان باید یک ملت یا مردمی باید باشیم که فکر واحد در رابطه با جنگ سال خود داشته باشیم، راجع به دوست دشمن خود داشته باشیم. اول خب مهم این است که ما حکومت پاکستان هم میبینه، آمریکا هم میبینه، دیگه کشور هم میبینه که در افغانستان چین و یک حکومتی وجود داره و اونا کافی خبر دارن که یک حکومت ضعیف، ناتوان، مخالف، بین خود جور نیستن، از لحاظ اقتصادی دستشان پیش مردم دراز و با چنین یک حکومت ضعیف هر کس میتونه که معاملات خود انجام بده به هر شکل و شمایلی که باشه. ما تا خود ما خود قوی نسازیم، خود اراده خود با مشکلاتی که گذشتان هم غیر از این چیزهای دیگر میشد آقای سناتور؟ ولی من فکر میکنم که میشد شدنش ما نکردیم، یعنی ما ضعیف بودیم، ما نکردیم، مال خود ما، چرا دامن مردم رو بگیریم که تو برای ما اینطور کردی، تو برای وقتی که ما دروازه خود رو بسته کرده نتاریم و ما خود ما به اصطلاح هم کلاه خود رو نگاه کرده نتاریم، ما خود ما یک مشت واحد نباشیم، سر چوکی و سر کرسی و سر پول و سر پروژه رو به جان هم دیگه خود بفتیم و خود در انظار جهانی یک حکومت ریشخند معرفی بکنیم، نتاریم جلوی فساد رو بگیریم، نتاریم جلوی تریاک رو بگیریم، نتاریم که جلوی واسطه و وسیله و خودخواهی و خودستایی رو بگیریم، نتاریم که جلوی قوم پرستی و ملیت پرستی رو بگیریم، ما یک حکومت ضعیف هستیم. ما هدفتان دیگه مردم افغانستان است، مردم با هم نزدیک هستن، خوب یعنی اصلا مشکل ندارن، همین حکومت یه داد رهبران، ما حکومت، بله. ما حکومت. ممنونتان جناب، بسیار خوش آمدین. بیننده های عزیز، برنامه ما همین قدر بود. تشکر از شما که تایید هم با ما بودین. تا برنامه دیگر شما را به خدای کریم و رحیم می سپارم. الله یار و مددگار شما.